با سلام خدمت دوستان عزیزم، این 62 لایوی که من میذارم با یکی از هنرمندان عزیز تا دوستانمون جمع بشن، شعری از جناب آقای یزدان با دکلمه زیبای استاد شاملو رو براتون میذارم تا گوش کنیم که دوستانمون همه جمع بشن. پروژه داستان نویسی هزار یک شب، گروه اساتید و هنرمندان با احترام تقدیم می کند. سروده زیبایی از استاد امیر یزدانی. بیابان و پرم بشکن، من از پرواز میترسم. بیابان و پرم بشکن، من از پرواز میترسم. در اوج آسمان اما دیگر از راست میترسم. اگر چه حرف خاموشیست اشعاری که می آیند، نگفتم رازهایم را که از همراز می ترسم. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، لسان و غیب اگر باشم از آن شیراز می ترسم. به فرمان شریف الخون برای کودتاهایت، نه از سردار و فرمانده، از این سرباز می ترسن. تماشا کن، هزاران دوست در اطراف خود دارن، ولی دیریست بدبینم و از دمساز می ترسن. غبار آلوده شد کارون، کجا شد تو بلنهایت؟ هوای سینه بون بست و من از اهواز می ترسم. دمین و هدف و سرنا، کمی سنج و میمون، و هم از این رفتنا، از شور و از شهناز می ترسم. به دنیا اعتمادی کردم از روی خوشبینی، از این مکاره رند و غلط انداز می ترسم. به دنیا اعتمادی کردم از روی خوشبینی، از این مکاره رند و غلط انداز می ترسم. سروده زیبایی از استاد امیر یزدانی، کاری از پروژه داستان نویسی هزار یک شب، گروه اساتید و هنرمندان، صدا و میکس علیرضا شاملو. خب دوستان، من تا من دعوت کردم از جناب آقای یزدان تشریف بیارن، کمی راجع به سازمانمون صحبت میکنم تا ایشون تشریف بیاره. سازمان لاو در سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجویز خلاقیت و هنر برای سلامتی فعالیت میکنه. لاو در سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب 5 ساله که در شهر کلگری در کانادا
در حال فعالیت. ما در این مدت برنامه و پروژه های عمومی متعددی را ارائه دادیم، از جمله نقاشی های دیواری، کارهای هنری دست جمعی و همراه خانواده ها، برنامه های آموزشی حضوری و کانال فارسی آموزشی یوتیوب به نام هزار یک. تا به امروز ما خدمات این سازمان را به افرادی که بیشترین بهره را از این خدمات میتونستن دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا هم با پروژه داستان نویسی هزار و یک شب و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم مهمان برنامه ما جناب آقای امیر یزدان هستن که ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن که لایومون رو با هم شروع کنیم. جناب آقای امیر یزدان تشریف آوردین قربان؟ عرض ادب و احترام. قربون شما، حالتون چطوره؟ لطف بفرمایید تلفنتون رو به صورت افقی قرار بدید. بله تا. اجازه بدید من گوشی کلا سرتا کنم. خدا کنه که ما امروز هم با جناب آقای یزدان مشکل اینترنت نداشته باشیم، که لایف های ما از به خاطر همین مشکل اینترنت همه نصف کاره در میاد و ما مشکل توی یوتیوب پیدا میکنیم برای معرفی دوستانمون. یک بار دیگه من دعوت میکنم ازشون تشریف بیارن. دوستان عزیزم، وقتی که لایف داریم لطف بفرمایید اگه فیلتر شکن تو خونه دارید حتما فیلتر شکنتون رو خاموش کنید تا ما بتونیم برنامه‌مون رو داشته باشیم. لایومون اگر که فیلتر شکن داشته باشیم نمیتونه برقرار بشه. ما چه اشتباهی کردیم گفتیم تلفنتون رو بوقی بذارید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. می‌خوام یه بار دیگه ما دعوتشون بکنیم ایشون رو. سلام دوستان من، سلام. چقدر خوشحال میشم می‌بینم که دوستانمون همه تشریف میارن و اهمیت قائل میشن برای برنامه خودشون. سلام، شبتون بخیر استاد. خوبی شما؟ خیلی ممنونم. ما اینجا تو روز هستیم قربان، هوا روشن، آفتابی. جناب یزدان تصویرتون ثابت شد. ما تو هم تهران همین الان دوستان من الان
لایف دارن و خیلی هم کیفیت ها خوبه، نمیدونم چطور میشه به ما که میرسه اینجوری میشه. الان واقعا یه مشکل اینترنت، ایشون هم اومدن و دعوت ما رو قبول کردن ولی مثل این که یه چیزی بس نمیشه. جناب آقای یزدان تصویر نداریم از شما. من الان خدمتون هستم، چنانچه شما تصویر من رو داشته باشی خدمتون باشم. من تصویر شما رو ندارم. نمیدونم که میخوام من کامنت ها رو قطع میکنم، شاید تصویرتون یه خورده اجازه بدید من کامنت ها رو قطع کنم. شما من دارین دیگه تصویر من ازتون تصویر دارم، صدای شما رو ندارم. عجب، میخواید با اکانت دوم شما زحمت بکشید؟ من با اکانت دوم شما دو مرتبه الان میام، اگه اجازه بدید من اکانت دوم شما رو. بله من الان با اکانت دوم شما دارم. چیزم خاموش کنید شاید از اون بشه. جناب آقای یزدان من با اکانت دوم شما میخوام بیام، شما با اکانت دومتون آنلاین بشین. دوستان عزیزم خیلی ممنونم که آمدید و جمع شدید و چند دقیقه دیگه این ارتباط برقرار میشه. مشکلاتیه که هممون باهاش درگیر هستیم، نوبت شما هم میرسه همینجوریه، باید صبر داشته باشیم، کار دیگه نمیتونیم بکنیم جز صبر کردن. ببینیم انشاءالله چطور میشه. جناب آقای یزدان با اکانت دومتون لطف کنید که آنلاین بشیم ما بتونیم شما رو دعوت کنیم. سلام، سلام جناب آقای عامری گل. ممنونم علاقتون که صبر بکنید. سلام دوستان خوب من، سلام سلام، خیلی خوش اومدین. تا چند دقیقه دیگه ما ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای یزدان.
شبتون بخیر استاد، گویا ارتباط برقرار شده، هستم خدمتتون. بعد صلوات بفرستیم الان. واقعا عذرخواهی میکنیم از اتفاقاتی که ناخواسته پیش میاد. حالا مشکل اینه که بعضی از بکنم اکانت ها کنترل میشه یا مشکلی داره. آره عزیزم همینطور هستش. من خیلی ممنونم که شما زحمت کشید اکانت دومی رو دادید که ما اگر نتونستیم با شما تماس بگیریم با ما یکی اکانت تماس بگیریم. من خواهش میکنم که چون وقتمون تقریبا 16 دقیقه از ساعتمون گذشته، خواهش میکنم شما خودتون رو کامل معرفی کنید و ساعت لایو مال شماست و ما تقریبا گوش. اول عرض ادب دارم خدمت همه دوستانی که منتظر موندن، همه فارسی زبانان در همه جای این گیتی فهنوبر. امیر یزدانی صفت هستم با تخلص یزدان و یه چیزی حدود از دوره دبستان به بعد فعالیت های هنری ما آغاز شده. از ابتدا با بازیگری توی تئاتر و گروه های سرود و نمایشی شروع شد، بعدها به حوزه های تخصصی دیگه همراه پیدا کردم، مثلا مثل حوزه های نقاشی، مینیاتور، دوره های تذهیب، دوره های حجم شناسی، قالب گیری و ورکشاپ های مختلفی رو در طی این سالها گذروندم و میشه گفت از همون سالها می نوشتم به صورت دل نوشته و به تدریج علاقمند شدم که به سمت شعر هم فعالیتی داشته باشم. الان به عنوان طراح صحنه، لباس و دکور سریال ها، تئاتر و سینما فعال هستم و به عنوان بخشی از طراحی معماری محیطی. و سوال دیگه هست خدمتون هستم. حالت شعرم که میگید شعر خیلی زیبایی داشتید که دکلمه شد، نمیدونم گوش کردید شعر دکلمه شدتون رو؟ متاسفانه نه، بعد من نرسیدم اون رو بشنوم، مثل اینکه مشکل نه گریبانگی بوده. حالا برای این ما هم برای تمام دوستانمون یکی از البته اگه شاعر باشن یکی از شعراشون رو بهشون کادو میدیم بعد از برنامه به صورت دکلمه با صدای زیبای استاد حمید رضا شاملو. و شما میتونید که همین برنامه رو در آی جی تی وی ما بعد از اتمام لایف ببینید. از اول بگم که این ساعت شماست و برای معرفی شما شخص شماست. من چند تا سوال دارم، سوالایی که من میکنم شما میتونید که به غیر از اونا اگر گفته دیگه دارینم خودتون دوام بدید صحبتتون. چی شد که شما کار هنریتون رو شروع کردید؟ این رو خیلی دوست دارم که بدونم. حضورتون عرض کنم من بعضی وقتا توی مکالمه هایی که با دوستان دارم میگم که ما دو تا مرکب برای رسیدن به یک مقصد داریم، یا مرکب عقل داریم یا مرکب احساس. عموما اونهایی که سوار بر مرکب عقل هستن میرن سراغ معادلات، مثلا مهندس عمران میشن، مثلا دکتر میشن و اتفاقاتی که برمیگرده به تمرکز عقل برای انجام دادن یک کار. اما مرکب احساسی که اتفاق دیگه است. اگر عزیزی هم مرکب عقل داشته باشه هم مرکب احساس که دیگه فوق‌العاده است. معمولا احساس آدم رو میبره به سمتی که دوست داره شکوفا بشه و دوست داره از خودش یک بروندادی رو به دیگران نشون بده و این اتفاق دست خود آدم نیست. همونطور که میگن شاعر شدن به این آسونی ها نیست، برمیگرده به این که در درون آدم باید اون احساس قلیان داشته باشه و تصاویر رو با تخیلات خودش ببینه. و به خاطر همین میدونم که مثلا به عنوان مثال عرض کنم، من دو تا پسر دارم که اینا وقتی کوچیک بودن بهشون میگفتم یه خطی بکشید و بعد این خطها رو تبدیل میکردم به اشکال مختلفی و این اتفاق بهشون این قدرت رو میداد که هر چیزی میتونه جاندار باشه و هر چیزی میتونه معنا داشته باشه. این قدرت تخیل بعدها خیلی در این بچه ها رشد کرد و مثلا پسر بزرگم تو حوزه هنر تونست در حوزه آواز و تئاتر سرآمد بشه، 3 سال نفر اول بشه و پسر کوچیکم از همین حوزه نظری احساسی تونست از هر چیزی یک پیامی رو دریافت کنه. به خاطر همین اتفاق هستش که اگر حوزه احساس درش توجه بشه به این موضوع که میتونه مرکبی باشه که حس حال آدم رو به ظرافت بسیار ظریف به دیگران منتقل کنه، فکر میکنم پیامد خیلی خوبی خواهد داشت. احسنت به شما.
واقعا کارهای هنری چه تأثیری توی سلامتی شما داشته؟ چون شما میدونید که ما این برنامه هامون از اولش هم که میگیم تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی انسان هست. آیا واقعا این هدفی رو که ما پیگیری میکنیم برای شما که یه هنرمند هستی واقعا تأثیر در سلامتی شما داشته و داره؟ من معتقدم به شخصه این که عشق یک انتخاب نیست، یک جبره. یعنی ما یک مسیری رو از ابتدا که به دنیا میایم تا به انتها میرسیم، این مسیر مسیر سختیه و مسیر تلخیه، چون همه موجودات به صورت کاملا مکانیزم طبیعی سیستم دفاعی و تنظیم خودشون با محیط رو دارن، اما انسان این رو نداره. انسان میتونه حق انتخاب داشته باشه و اگر این مسیر رو بیاد به عنوان یک ضریب هوشی عشق و هنر رو انتخاب کنه، طبعا میتونه تأثیر بذاره که این مسیر رو بسیار شیرین و با حرارت بسیار خوبی پیش بره، که معمولا هنرمندان پیش قرابون این اتفاقن. یعنی تمام زمختی ها و خشونت های زندگی رو با استفاده از ظرافت هنری به اینجا میرسونن. تا جایی هم که من از پیج شما دستگیرم شده، بسیار در این مسیر موفق هستید و خیلی خوشحالم که پیام مثبت میدید و نگرانی هستی که سلامت روح بسیار مهمتر از سلامت جسم هست و هنر بسیار میتونه کارساز باشه. این همون عشق است که شما دنبالش هستی. ما هم عاشقم. عزیز. انشالله پاینده. قربونتون برم. با این هنرهایی که شما دارید، تا حالا چه تعداد اثر هنری توی کارهای شعری، توی کارهای به اصطلاح طراحیتون داشتین؟ آیا قابل شمارش هستش اینا؟ چون شما کار حرفتون هم اینه. بله. حضورتون عرضم، خیلی از دوستان از من میپرسن که محتواها چرا به وفورتر به سراغ شما میاد. مهمترین دلیلش اینه که حالا داریم صحبت دوستانی میکنیم که حالا طبیعتاً میتونیم از همدیگه خیلی پیام بگیریم. یک توصیه بسیار مفیدی وجود داره در مورد کسانی که کار ادبیات میکنن، این هستش که حتما رمان ها رو بخونن. چرا؟ به خاطر اینکه شعر تصویر هست و اگر دست مثلا یزدان بازتره، به خاطر اینکه تجربه تئاتر داره. احسن. و تئاتر، سینما و تلویزیون اینها وظیفه چیز هستن، وظیفه این هستن یک داستان رو به تصویر بکشن. بسیار این اتفاق با ادبیات مرتبط هست. یعنی من به این دلیل دستم بازتره، چون ما زبان روایت رو بلدیم، زبان تصویر رو بیشتر از دیگران باهاش داریم کار میکنیم، حرفه و فنمونه. یعنی تخصصم این هست. حالا خصوصا در این حوزه من بخش هنریش رو هم مسئولش هستم، یعنی معاونت کارگردان در حوزه زیباشناختی یک اثر به عنوان طراح صحنه، لباس و دکور. یعنی بعد لوکیشن رو من معرفی کنم، حتی سناریو رو بعضن مثلا کمتر پیش اومده من با کارگردانی صحبت کنم و مشاوره ندم راجع به فیلمنامه و کمک نکنیم اتفاق رو که اگر این داستان به این شکل بره و این عنصر اضافه از حتی از فیلمنامه کم بشه، بسیار بهتر خواهد بود. و خیلی جالب اینجاست که خیلی میپذیرن. چرا؟ چون اصلا بار زیباشناختی کار به عهده طراحی صحنه است. به قول شهرام کریمی، طراح کارهای خانم شیرین نشاط در هالیوود، میگفت طراحی صحنه وظیفش بسیار خطیره در حوزه سینما و ساخت یک اثر. چرا؟ به خاطر اینکه من خدا رو شکر این افتخار شاگردی رو داشتم باشون سر کار آقای محمد رسولو. میگفت وقتی که یک اثر قرار تعریف بشه، حوزه زیباشناختی دست طراح صحنه است، اون باید تعریف کنه در کدام لوکیشن و کدام اتفاق. این اتفاق ارتباط خیلی نزدیکی با شعر داره و من هم اگه قرار به شعری بگم، سعی میکنم مخاطب خودم رو ببرم جایی که احساس لذت بکنه، از عنصر غافلگیری استفاده کنم، حرفی رو بزنم که دیگران نزده باشن و از زاویه‌ای به این موضوع نگاه بکنم که زاویه جدید باشه. من فکر میکنم یکی از برندهای، البته اگر صحبتم طولانی میشه من تذکر بدیم، فکر میکنم یکی از موفقیت‌های کارگردانی مثل عباس کیارستمی به خاطر اینکه عکاس بسیار حرفه‌ای بود، بلد بود زاویه نگاه رو جوری بچینه، وگرنه تصاویر که همیشه در طبیعت وجود دارن، اما اینکه از کدوم زاویه شما به یک تصویر نگاه میکنید و عکسی رو به دیگران منتقل میکنید، اونجاست که جایگاه عکاس مشخص میشه. در حوزه شعر و ادبیات هم همین اتفاقه. ما مفاهیم و اتفاقات روزمره وجود دارن، اما این شاعر هست که زاویه دید خودشون نسبت به اتفاقات پیرامونی چنان نوگرا و چنان دارای تازگی و طراوت ایجاد میکنه که باعث میشه این بیشتر از دیگران شناخته شده باشن یا موفق‌تر باشن. یعنی به سمت کپی کاری یا به سمت کارهای کهنه نره.
ببخشید اگه صحبتم طولانی شد. خواهش می‌کنم. نه عرض کردم خدمتتون این ساعت ساعت شماست ما برای شناخت شما نشستیم. خدمت شما هستیم که به دلیل اینکه شما تعداد هنراتون زیاده و من یه سوالی داشتم که شما در بعضی جاها نسبت به هنری که دارید اصلا کارتون اینه که با هنرمندا باشین، ولی اون سوال من میتونه با هنرهای دیگه شما در ارتباط باشه که آیا شما دوست دارید با هنرمندان دیگر هم همکاری داشته باشین؟ شما تو زمینه تئاتر و سینما که 100% اصلا نمیشه، ولی تو زمینه‌های شعر و ادبیات اون رو چی؟ اون رو دوست دارید که در ارتباط باشید با هنرمندان دیگه؟ طبیعتاً من فقط یک پاراگرافی راجع به مسائل کاری که حالا انجام دادم بگم. مهمترین دلیلش یک وسوسه خلق کردن هست، واقع قضیه. بله. یه وقتی آدم فکر میکنه خلق کردن چطور میتونه لذت داشته باشه. من مثلا توی شهر رشت تندیس برج ساعت شهرداری رو خودم طراحی کردمش، چون اصلا طرحی وجود نداشت. اون رو اومدم قالب سازی کردم، مدل سازی کردم و نصب شد. و جالب اینجا بود که بعد از اینکه این کار در پارک دانشجوی رشت نصب شد، عکس پروفایل خیلی از عزیزان همین تصویر بود، چون هم تصویر شبش بسیار متفاوت بود هم تصویر روزش. یا حضورتون عرض کنم تمام نقاشی دیواری هایی که در شهر قشم اتفاق میفته به مدیریت و نقاشی من و تیمم انجام شده. و حضورتون عرض کنم مثلا توی حوزه سینما و تلویزیون خیلی از سریال هایی که من حضور داشتم همیشه از من دیدن که یه چیز متفاوتی خلق شده، چه در بخش اسپشیال، چه در بخش رنگامیزی و نوآوری. این برمیگرده به اینکه من لذت خلق کردن برام بسیار شیرینه. شما وقت یعنی اینطور هستش که وقتی من یک شعری میاد سراغم و اون رو میگم مخاطبم رو اقناع میکنه، اونقدری که اون احساس لذت میکنه باور کنید چندین برابر منی که خلق کردن دچار لذت میشم. و این تبدیل میشه به اینکه شما مثلا در حوزه حجم شناسی وقتی کار میکنید لذت میبرید، اما شما رو اقناع نمیکنه، دوست دارید بازم خلق کنید، تبدیل میشه به یک لذت مضاعف. میاد مثلا در فیلم و سریال و مثلا یکی از اتفاقاتی که من خیلی بهش مفتخر هستم کار برای کودکان هست. برنامه هایی مثل معروف مثلا مثل پیتیده ها، عکاسخونه، اینها رو همیشه عضو ثابت خلق این اتفاقات بودم، خصوصا همین الان هم دارم باشون کار میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه به زعم من این جامعه باید از بیس باید درست بشه، باید کودکان دارای آرامش و لذتی رو ما داشته باشیم تا وقتی به بلوغ رسیدن کشور رو به اغنا و لذت برسونن. این اتفاق هست. بله، به خاطر همین این ارتباط رو بله هر عزیزی تمایل داشته باشن فروتنانه به عنوان شاگرد خدمتشون خواهم بود و شاگردی یکی از افتخارات بند است. واقعا که شما خود عشقی. مرسی عزیزی جان. شما برم. شما به طور کلی دیدگاهتون نسبت به هنر و خلاقیت چیه؟ من فکر میکنم هر دو یکی هم. خیلی شو گفتی. یه چیزی رو که واقعا استثنائیه دوست دارم ازتون بشنوم. ببینید هنر و خلاقیت ما در عرصه‌ای وجود حضور داریم که در این عرصه هنر یک مشقی از ما وجود داره، یک مشقی از ماست که اگر توأم با خلاقیت بشه نشانگر ضریب هوشی اون هنرمند خواهد. چون ما هنر رو اگر قرار باشه مثلا یک ما میایم اگر مثلا در حوزه نقاشی، چون من قبلا در رشت هم گالری نقاشی داشتم و پورتره بسیار میکشیدم و همین ها باعث میشد من عاشق شدم. و هر زمانی شما میاید یک وقتی میاید یک منظره رو میکشید تازه متوجه میشید که این بکری منظره خودش ذاتن چقدر زیباست، تازه عاشق خود طبیعت میشی. و وقتی میاد گوش میکنه، یکی از دوستان از من میپرسه، حالا من چون پدر مادرم رشتی هستن و شمالی هستن، میپرسه چرا در رشت و در گیلان چرا آمار شعر انقدر زیاده؟ من دلیلم این بود که اولا که طبیعت بخشنده است، دومین اتفاق این که در طبیعت پرنده ها دارن میخونن، یعنی بلبل داره میخونه و مناظر بسیار زیباست. بله. اگر کسی از اینها تحت تاثیر قرار نگیره و نخونه و اینها باید بهش شک کرد. به خاطر همینه صداها خوبه، به خاطر همینه که دیدگاه دیدگاه مثبتیه، به خاطر همینه که فرهنگ عامه میبینید فرهنگی هستش که مورد پذیرشه. این هستش که میخوام عرض کنم به خدمتتون که هنر
ما مثلا هر مقدار به سمت کبیر میریم در اونجا میبینیم که متاسفانه ضعیف خشونت، آره خشونت طبیعت باعث میشه مثلا تعداد افراد هنرمند خیلی کمتر خواهند شد. البته استثناءهایی هم داریم، مثلا در کرمان ما اساتید بسیاری در حوزه نوازندگی داریم که اونها شاخه‌های مختلفی در اصفهان، مثلا ما بهترین خواننده ها رو داریم که بسیار توانمندن. یا مثلا وقتی در حوزه بازیگری میبینیم، میبینیم 3-4 تا شهر سرامدتر از بقیه، مثلا سبزوار سرامده، مثلا آبادان سرامده، مثلا رشت سرامده، لنگرود سرامده و شهرهای اینچنینی. اینها میتونیم از نخبگانش مثلا متوجه بشیم. یا در حوزه شعر ادبیات، اینو میخوام از این فرصت استفاده کنم و این رو بگم که رشت همین الان بیشترین زنان دارند، زنان شاعر مؤلف داره دارنده کتاب، و این نشونگر اینه که فرهنگ عامه به این قش بسیار توجه داره و این خانوم ها در حوزه اجرایی بسیار مولدن و بسیار شاهکارن. و این به خاطر اون اتفاقی هستش که در یک بستر این فراهم میشه. من میخوام این از این فرصت باز استفاده کنم بگم که همین حوزه که در مورد پسرم صحبتش بود، ایشون توی 10 سالگی مثلا شعری داره که حالا دوستان لطفاً اساتید بهش میگن شامروی کوچک ایشون. ببینید بچه 9 ساله 10 ساله، ما با هم دیگه رفته بودیم سوسستان لاهیجان و از گوشی من یه سری عکس گرفت از طبیعت، از منم عکس گرفت که حالا عکسش توی آرشیو کارم هست. بعد از اینکه اومدیم گفت بابا من یه شعری اومده سراغم، گفتم بگو من تایپ میکنم. و این رو گفت ما همه عکاس هایی هستیم که از فضای تهی عکس میگیریم، از دوربینی پر از عکس های تنهایی من، من سایه تنهایی و عکاسی که نیست. این نگاهه، آره اساتید دوست دارم میگن همین که میگه دوربینی پر از عکس های تنهایی ما، این بسیار شگرفه برای بچه 10 ساله، خیلی متفاوته. یا مثلا یه کار دیگه ای داره، میگه که ما درخت های دست به، این مال 10 سالگیشه باز، میگه درخت های دست به دعا قطع میشوند، موی بلند رودخانه ها پی در پی قیچی میشود، ماشین ها قلیان میکشند، خورشید زندانی دودها و زمین در حلقه بیمهری آدم ها اعدام می شود. این نگاه، نگاه توأم با عشق، نگاه متعهد به طبیعت، که ما حالا مثلا معتقد به این هستیم که بچه ها بسیار از ما باهوش دارن چون در بستر بهتر از ما بزرگ شدن و در جهان رنگارنگ تری، اگر احیانا بهشون توجه کنیم و به بزرگیشون ما نگاه معطوف به احترام داشته باشیم، طبیعتا اون از ما مدیر بهتری خواهند بود در هر حوزه‌ای، زندگی رو عاشقانه تر خواهند بود. یا مثلا پسر بزرگم یه ربایی داره که میگه اینجا هوا بارانی و قدری مهالود است، آتش گرفته قلبم و جان و تنم دود است، هر کس سراغت را گرفت گفتم که میایی، اما تو شاید با خودت گفتی نه یا زود است. این شعر مثلا ماره 18-19 سالگیشه. میخوام عرض کنم که بچه‌هایی که عاشقان رو به راحتی میشه اینها رو تشخیص داد در بستر عشق. به خاطر همین میخوام این رو اضافه کنم، ما مواجه هستیم با عزیزانی که پیرامونمون هستن. یکی از اساتیدی که تو حوزه ادبیات فعال هستن و تحصیل کرده این رشته هستن، از من سوال کرد این محتواها چرا میاد سراغ تو، سراغ من نمیاد، من که نزدیک 18 سال دارم کار میکنم. گفتم عاشق بشو عزیزم، عاشق شو، این کودک درونت رو بذار پا برهنه، بدوی تو کوچه های عشق، اینقدر درگیر این نباش حالا چی باید بشه، حالا چه اتفاق افتاده. اگر به عریانی روح برسه واقعا محتوا خودش میاد. من میخوام از این فرصت باز استفاده کنم بگم که سر یه کار خیلی سختی بودم، داشتم یه دکوری برای منزلی میزدم، وقتی از اون منزل اومدم بیرون از رو تپه یه سری گله گوسفند و بز و اینا داشتم میرفتم و صدای بعبع این بزها باعث شد یه شعر رباعی همون لحظه اومد سراغم. گفتم که شبیه گله مشغول چرا شد، کمی درگیر با چون و چرا شد، میان منطق و طعم علوفه چه بد تصمیم کل ماجرا شد. وقتی عاشق باشین اینطوره، و هر چیزی که نگاه میکنین نگاه متفاوت تأثیر داره. دقیقا من صحبتم همیشه با بچه هم و دوستام اینه که اگر عشق نباشه اصلا زندگی سخته. حالا نمیدونم بعضی که اصلا نمیفهمن معنی واژه عشق چیه، چطوری زندگی میکنن، چون خیلی سخته بدون عشق زندگی کردن، خیلی سخته. نمیدونم
چطوریه؟ اون احتمالا بر مرکب عقلشون بیشتر سواره. خدمت شما عرض کنم، به شما تبریک میگم برای داشتن همچین کارمندان گلی. شما که برقرار باشن و ما در برنامه های بعد حتما بتونیم بچه های شما رو حتما ببینیم. عزیزی باعث افتخار است. خیلی دوست دارم جوان ها رو داشته باشم. خیلی دوست دارم، عاشق این مطلب هستم. من هنوزم که هنوز سعی میکنم دوستام از خودم خیلی کوچیک‌تر باشن. نمیدونم چرا. شما قلبتون جوونه، شما به عنوان آدم باهوش انتخاب رو دارید استفاده میکنید. دوستون برم، خیلی ممنونم. مرسی. جناب آقای یزدان، در حال حاضر شما مشغول چند فعالیتی هستین؟ من فعالیت 6 ماه گذشتم رو بگم. من سریال میجان رو در رشت داشتیم برای شبکه 2 حاضر میکردیم که به خاطر کرونا فعلا وقف افتاده و خوابید. یه 4-5 ماه خوابید. فرصتی فراهم شد که ما با حمید گلی و علی فروتن، گروه پیتیلیگی که معروف هستن، یک برنامه ای رو برای مقاطع مختلف تحصیلی ساخت لوکیشنش رو انجام دادیم. واحده اداریش رو من رفتم ساختم، عنوان طراح صحنه سر اون کار بودم به اتفاق فرزندانم و اون پروژه رو تو مراحل ضبط هست هنوز که داره تمام دروس ابتدایی رو، راهنمایی و دبیرستان رو با توجه به مشکل کرونا که وجود داره، با ایجاد آیتم های بسیار زیبای نمایشی داره تقدیم میکنه که بچه ها هنوز اون رویکرد رو داشته باشن و دور نشن از فضای تحصیلی. بسیار کار شیرینی خواهد بود و خیلی خوشحال شدم که در اون مجموعه بودم. و غیر از این ما یه 4 استادیوم برای همین مؤسسه حرف آخر آماده کردیم، ساختیم براشون که برنامه داره ضبط میشه و به صورت آنلاین از شبکه آموزش تو سطوح تحصیلی دارن استفاده میکنن از اینها. احسنت به شما، آفرین. واقعا عالی، واقعا کمتر کسایی مثل شما هستن که تو این مقطع بتونن اینجوری تاثیرگذار باشن. واقعا خیلی مهمه. دستتون درد نکنید. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم عزیزم. با همه تجاربی که داری، واقعا توصیه شما برای هنرمندانی که هنوز حرفه‌ای نشدن چیه؟ من میتونم یه مثال بزنم. خیلی از عزیزان میگن که ما میخواییم بازیگر بشیم، بلدیم تقلید فلان بازیگر رو در بیاریم. بهشون میگم خب شما تقلید دسته چندم اون آقا یا اون خانم هستی؟ میگن بعد چیکار کنیم؟ بهشون میگم موتور سواری بلدید؟ میگن چه ربطی داره؟ میگم گیتار بلدید بزنید؟ میگن چه ربطی داره؟ میگم اسب سواری بلدید؟ میگن چه؟ میگم شما ادبیات بلدی؟ بلدید آواز بخونید؟ میگن ربطش چیه؟ میگم همه اینها جزء بازیگریه. شما چند تا فیلم دیدید که میخواید بازیگری کنید؟ شما باید اتمسفر یک فضایی رو بشناسید. حالا اینکه میگی توصیه، من کوچکتر از اون اتفاق هستم که به کسی توصیه کنم. اما فکر میکنم که ما باید یه خورده نگاهمون نگاه توأم با تعهد باشه در هر کاری که وارد میشیم. مثلا در حوزه بازیگری اگه احیانا کاری میکنیم، بریم واقعا زبان بدن رو بشناسیم، بدونیم زبان در کدوم فرم باید بر اساس سناریو بر یک نقشی رو ایفا کنه. غیر از اون فن بیان رو بدونیم، ما باید کلمات رو درست ادا کنیم. غیر از این هر واژه‌ای دارای بار عاطفی هست. ما که مثلا یه وقتی شعر می‌نویسیم، مطلب می‌نویسیم، من خیلی خودم عاشق زبان فولکور هستم و این زبان‌ها رو بسیار دوست دارم. مثلا به زبان کردی که میرسم، وقتی اونجایی که میگن حناسه، این حناسه انقدر بار عاطفیش زیاده، یا اونجایی که میگه نازارم یا میگه خواستکم، شما هیچ وقت نمیتونی بگی حناسه یعنی نفسم، یا خواستکم نمیتونی بگی عزیزم یا مثلا خاص من، یا اون وقتی میگه دلکم اصلا نمیتونی. حالا مثلا زبان گیلکم همینطور، اونجایی که میگه بلا میسر، این اصلا معنیش دردت به سرم نیست. انقدر این بار عاطفی با بار به خاطر همین ما باید به این تعهد داشته باشیم که با به بار روانی هر کلمه ای دقت داشته باشیم تا بتونیم از وام گرفتن و اتفاق از خودمون بروز شخصیت و بروز کاراکتر بهتری بدیم. من همیشه میگم حتی در زبان عرب اونجایی که میگه یوما، این یوما به قدر این شیرینه، به قدر این عشق پشتش هست که شما نمیتونی کلمه مامان رو بذاری پشتش. همه زبان ها داره این ظرفیت هستن. حالا زبان های ایرانی، ماتی که کردی، حالا گیلکی یا لوری، همه اقوام که بسیار محترمن و پر عشق هستن، داره این باره. هنرمندان عزیزمون، اگر احیانا به این داشته های خودمون ببالیم، دوستشون داشته باشیم،
طبیعتا موفق خواهیم بود. عشق بازخورد دیگران هست. من امشب برای امشب وعده داده بودم که امشب با شما هم، چون شما دلیل سرودن منید، شما وجود دارید که من به عشق شما می سرایم. تا شما رو دوست نداشته باشم نمیتونم چیزی براتون بگم. بله درسته. یک مثالی من براتون بزنم. الان کشور قطر داره سعی میکنه تمامی آثار هنری رو از کشورهای اطراف، خصوصا بخش عظیمش از ایران، جمع کنه. مهمترین دلیلش این هستش که برای خودش هویت بسازه، هویتی که تاریخی وجود نداره. این یک دغدغه است. حالا ما اون هویت رو داریم، بهش باید متعهد باشیم، خصوصا در حوزه شعر و ادبیات. خیلی از عزیزان یه سری دلنوشته می‌نویسن، بعد میان اسم خودشون رو می‌ذارن دکلماتور، شاعر یا هر چیز دیگه. این یه خورده فکر می‌کنم سهل گرفتن اتفاق هست. باید به این فکر کنیم که ما پشتمون مولانا رو داریم، ما پشت سرمون حافظ رو داریم. عزیزان خیلی اصرار می‌کنن، میگن چرا کتاب چاپ نمی‌کنی؟ میگن من خیلی وسواس دارم به چاپ کتاب. هر وقت احساس کردم چیزایی که می‌نویسم به اندازه یک درخت تونس هوا رو تعبیس کنه، اون موقع میام چاپ میکنم. الان باید به این فکر بکنم که آیا باید که در حد شاعری شدم که بیام شعر چاپ کنم. یه خورده همه رو من احساس میکنم باید متعهد باشیم نسبت به هر کاری که میخوام انجام بدیم، چه در حوزه بازیگری چه در حوزه نقاشی. سهل نگیریم، یک نگاه آماری کنیم و ببینیم اونایی که موفق شدن رموز موفقیتشون از کجا بوده. خیلی قشنگ گفتی، آفرین، مرسی، خیلی قشنگ. این سوالو من توی 60 لایو قبلی کردم، ولی جوابی رو که شما الان دادی عالی بود عزیز. قربونتون برم. من یه کار سپید بایدتون بخونم. میخوام بگم عنصر میخوام بعضی از دوستان اصلا میان میگن شعر سپید، میگم شعر سپید باید چند شاخصه داشته باشه. یکیش باید عنصر غافلگیری داشته باشه، از اول نباید داستان رو لو بده. ببین باید به اینا فکر کنی. قراره هر دلنوشته‌ای رو ما مثلا شعر سپید، اگرچه من خودم همین کار رو شعر سپید نمیدونم، ولی وقتی مثال میزنی مثلا این کاره: آرزوی بلند پروازی داشت، برای اوج گرفتن پیچ و تاب مستانه میخورد، آنقدر که بند درون دستم را پاره کرد، به اوج که نرسید هیچ، از درختی آویزان دیدمش، باد بادک خوش خیال را. این اتفاقه. اگر قرار ما یک پیامی رو بدیم، این پیام باید اولا خیلی لخت باشه، چون شعر سفید بسیار از شعر کلاسیک سخت‌تره، چون مسئولانه است دیگه، وزن آهنگ نیست. شما بنویسید توی وزن آهنگ همون رو ادامه بدید، باید خیلی اوریان یک مطلبی رو بگی. مثلا من یه کار حتی توی شعر کلاسیک یه کار خیلی کوتاه گفتم، گفتم که مترسک ایستاده بر جالیز بیکشت را، حسرت حضور اولین پرنده است. این تناقضه، مترسک، انتظار، منتظر اولین پرنده است. چرا؟ به خاطر اینکه جالیز بیکشت. ما باید خورده متحدانه نسبت به بحث شعر، نسبت به هنر، نسبت به بازیگری نگاه کنیم، بگیم اگر مثلا نوید محمدزاده موفق شده به چه دلیل بوده، کجاها رفته، بیسش رو در تئاتر ساخته، زبان و بدنش رو ساخته که تونسته پیشرفت کنه. در همه حوزه وقتی به نقاشی داریم نگاه میکنیم، باید متعهد به این باشیم که چه قلمی میزنیم، چه خطی میزنیم. این اتفاقات است. عالی عزیزی چون. یه کار کلاسیک کوتاه براتون بخونم اگر من زیادی گویی میکنم بفرمایید. قربونتون بشم. گفتم مرا ترساندن چون بره از گرگ، ولی آخر همان چوپان مرا خورد. میخوام دوستانم از پرگویای من خسته نشن، دوباره یه بیت فقط طنز میگم به خاطر اینکه ایجاد فضای فان بشه. گفتم که تو را دوست ندارم، گفتی به جهنم. گفتم که تو را دوست ندارم، گفتی به جهنم. قربان لبت، وای جهنم چه بهشت است. این ظرفیت برقراری ارتباط هست که شعر به آدم این فرصت رو میده حرفی رو بزنی که حرف دل خیلی هست. یه کار کوتاه گفتم دل نبستم بهر تو، اما امان از دست تو. دیدید آدمی خیلی ها رو دوستشون داره، دلم میخواد نمانده ولی نمیتونم دوستشون نداشته باشه.
آره وقتی شما دوست دارید این اتفاق پیش میاد که حرفی رو بزنید که جمعیت بیشتری میخواستن همون رو بگم، میگه ای من میخواستم همین رو بگم و یه در شعرتون میخواستن همین رو بگم. دقیقا من منتظر میمونم واقعا، عذرخواهی میکنم از پرگوییم. خواهش میکنم. نه اتفاقا چقدر زیبا دارین میگین، من دارم کیف میکنم و مطمئنم که لایو شما هم یکی از زیباترین لایو ها و پرطرفدارترین و پرتماشاگرترین هستش. شما نباید کمتر از اینم باشی، من فکر میکنم که وزن خودتو قشنگ حس کردی و حفظ کردی. من متولد 13 مرداد 1349 در تهرانم. 1342 نه بعد در محله شاپور تهران. بعد شما اصلی از شمالی ولی در تهران بزرگ شدید. بعد در تهران به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم، متأ ریشتاً رشتیم. به خاطر همین این ریشه شعرهای رشتی رو رفتم یاد گرفتم و حداقل 40 50 تا شعر رشتی هم گفتم. چرا؟ چون بسیار دوست دارم زبانم رو. من هنوزم که هنوز لالایه های مادرانه همه اقوام رو، همه زبان ها رو میفهمم، حتی اگه نتونم حرف بزنم، چون زبان های فولکلور به سر عاشقانه داره، زبان مادرانه است، زبانی که ریشه داره در ما. وقتی شما میرید اون زبان رو بهش توجه میکنی، بوی کاهگل میاد ازش، بوی پخت نان میاد ازش، بوی تخم مرغ رنگی عید میاد ازش. و اینا همه داشته های ماست که میتونیم باهاش واقعا مسیر سخت رو طی کنیم. من میخوام از فرصت استفاده کنم، اگر این لایو دیده میشه توسط همه فارسی زبانان، چه فارسی زبانان، امیدوارم یک روزی همه ما زیر یک سقف در یک جا با همدیگه برقصیم و با همدیگه شادی کنیم و با همدیگه همدیگه رو دوست داشته باشیم. آرزوم این هستش که این بزرگترین قوم مهاجر در یک جا جمع بشه. وقتی ما عرصه های اندیشه کل جهان رو، ما ایرانی ها رو داریم و بخش ثروت رو هم داریم، حیفه که کنار همدیگه نباشیم و از همدیگه لذت نبریم. امیدوارم این شبهای تاریک بره و روزهای روشن برسه. امیدوارم، منم خیلی امیدوارم. با بودن بچه های مثل شما امکانی خیلی زیاده، خیلی زیاده. شما توی منطقه خیلی قدیمی و خیلی چطور بگم سنتی تهران هم بزرگ شدی و به دنیا آمدی. بله. شما طرف های همون بازداشه بودین دیگه، منزلتون دیگه تو شاپور. بله بله. میخواید یک کار از همونجا بکنم براتون؟ چرا که نه، من عاشق اونجا، خودم هم بچه اونجا. به سلامتی. قرار من یادت نرود، قرار من یادت نرود، آزادی نقش انقلاب چشم هایت، کوچه های باران خورده سنگلج، صف ماسپندی کوچه دیدار، کاسه دلم را آوردم تا کشک ساییده را برای آشی که پختی لبریز حسرت کنم و تو با چادر گلدار و آن عبور لعنتی مرا تا مرز فراموشی ببری. ولی نمیشه، فراموش نمیشه. بله، که ببری باز فراموش نمیشه. خدا نشانه شما رو باقی نگهداره. قربون شما برم، لطف بتونه. یکی از سوالای من، البته شما خودتون که جوششی بوده این کار، ولی میخوام ببینم که آیا کسی هم شما رو ساپورت کرده توی این مسئله، که چه اشخاصی بهترین تاثیر رو در شروع و دوام کار هنری شما داشتن؟ ببینید چون شاخهای مختلفی رو رفتم، من یکی از عادتام اینه که شاگرد بسیار خوبیم. باریکلا. یعنی در مقاطعی مختلفی رفتم توی مجموعه های کار کردم برای اینکه یاد بگیرم. حتی پیش اومده رفتم جای کار کردم، مغازه اجاره کردم، یک نقاش رو آوردم اونجا در مغازه کاسبی کرده برای اینکه من به دستش نگاه کنم ببینم چجوری داره میکشه. آفرین. چون ازش خواسته بودم به من یاد بده، گفته بود من خودم همینجوری یاد گرفتم، میتونی بالا سرم وایسی یاد بگیری. چون کنار خیابون نقاشی میکرد، من مغازه رو اجاره کردم، میرفتم خودم جای دیگه کار میکردم، اجارهش میدادم، یه چند ساعتی میومدم فقط به دستش نگاه میکردم و از ایشون یاد گرفتم. هشت سازی رو مثلا از استاد سلمان رضایی من یاد گرفتم که ایشون پدر نقاشی روی صنایع دستی هم، که فکر میکنم انشالله زنده باشن. بسیار ایشون آدم خلاقی بودن، کارهای هشت سازی و نقاشی هایی با متراژ بسیار بالا رو با یک جارو شروع میکردن بکشیدن، بسیار خلاق بودن. تو بخش قالب گیری من خدمت ایشون واقعا بودم. در بخش نقاشی مینیاتور و اینها در رشت توی یه سالهایی
خدمت آقای زاده‌داش بودم که از ایشون یه سری کارا رو یاد گرفتم. و باز در همون سالها من سعی کردم که در انجمن خوشنویسان دوره تصحیب رو و خوشنویسی رو در انجمن خوشنویسان بگذرانم. و ولع یادگیری تبدیل به این شد که در همون سالها من مدارک صنایع چوبم رو هم گرفتم و شروع کردم به خلق اثر. شروع کردم به اینکه اشیای مختلفی رو بسازم، حجمای مختلفی رو بسازم و کار تولید کنم. و کمتر کسی در خونش یا یک چیز ساخته شده یا تابلوی نقاشی از من نداشته توی همون سال. بعدها که تو حوزه بازیگری و تئاتر اتفاق افتاد دیگه، این سیل ما رو به خودش آورد. اما میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که وقتی شما میخواید یک داستانی رو تعریف کنی به عنوان فیلم، تئاتر یا هر چیز دیگه، وقتی با سناریو عجین هستید میتونید مثبت باشید و بدرخشید و تاثیرگذار باشید. وقتی خودتون جای کاراکترها قرار میدید و نگاهتون نگاه معطوف به عواطف این قرار گرفتن اون پرسوناژ هستش، میتونید در اونجا شما خلق اثر کنید. زمانی قدرت خلاق میاد سراغ شما که شما غرق و عجین یک نقش میشید. این رو حتی در حوزه شعر هم همینطور است. حالا من در اون سالها مینوشتم، طبیعتاً مینوشتم دیگه حالت موزونی نداشتش. در سالهایی که رفتم در انجمنهای مختلف آشنا شدم با اساتید مختلفی، از بهترین اساتیدی که در حوزه شعر به من کمک کردن و من رندی که سعی کردم انجام بدم این بودش که اومدم یه گروه تلگرامی انجام دادم، تشکیل دادم و گفتم حالا که خودم میخوام یاد بگیرم در این گروه کلاس‌های آموزشی میذارم. اومدم کلاس شعر کلاسیک رو برقرار کردم، دوستان بسیاری اومدن، الان شاعران در همونجا یاد گرفتن. کلاس‌های شعر کلاسیک رو گذاشتیم و بسیار اساتید بخشنده‌ای در حوزه شعر کلاسیک، استاد سید جلیل سید هاشمی بسیار بخشنده بودن و به خیلی ها کمک کردن. استاد سیامک نوری همینطور بسیار بخشنده بودن، کمک کردن. ما کلاس‌های دکلمه و آواز گذاشتیم و بسیار کمک شد به دوستان. الان از بهترین‌ها هستن. بهتر اسم اون عزیزان رو نگم که ممکنه راضی نباشن. و حضورتون عرض کنم در مثلا شعر سپید از استاد مهدی رفوگر خواستیم تشریف آوردن و به خیلی از ارکان و اصولش رو یاد دادن به بچه ها. این اتفاقا باعث شد هم خودم یاد گرفتم، هم دوستان دیگه الان شاعران و یاد گرفتن و یه سری دیگران که یه جایی اگر این ادامه ندادن باعث افسوس ما هم شد. من میخوام تو این فرصت یه توصیه‌ای داشته باشم به همه عزیزانی که دارن نگاه میکنن. فضای مجازی، انرژی که ما داریم میذاریم، هزینه مالی که میذاریم، هزینه زمانی که عمرمون داره میره و حضورتون عرض کنم من خودم چشمم ضعیف‌تر شد به خاطر استفاده از گوشی، فرصت بسیار خوبی است برای اینکه ما از دیگران کار یاد بگیریم. در ورکشاپ های مطمئن شرکت کنیم، ورکشاپ های اجتماعی رایگان، که این ورکشاپ ها به ما خیلی چیزا رو یاد میدن. ما الان گوینده های بسیار خوبی تربیت شدن در همین ورکشاپ ها، شاعران سفیدگوی بسیار خوبی. یک خانمی از نیشابور برای من شعر میفرستاد که اینو من نظر بدم. من جالب اینجا بود که حالا خودم هم خیلی اون شاعر رو نمیدونم، بهش میگفتم مثلا دختر اینجاش رو اگر احیانا دستکاری کنی بیت دوم ارتباط عمودیش مثلا ضعیفه. و جالب این بود که این در یک روستای نیشابور بود، سه بیت بسیار کلان رو در عرض 5 دقیقه میداد و من مونده بودم که این آدم چرا تا الان چیز نشده، چرا سیمین بهوانی نشده، انقدر قدرتمند داریم ما بسیار مثلا از این آدم‌های دارای بضاعت بسیار قوی داریم که در این فضاها میان و قدرتمند میشن و حالا متاسفانه بعضیشون تو خورد زندگی نمیتونن ادامه بدن. میخواستم همه دوستانم رو توجه بدم به اینکه از فرصت مجازی برای پربارتر شدن خودشون در همه حوزه استفاده کنن. اینطور نباشه که فقط بیان یک ابطال وقتی باشه، حالا بیان مثلا دغدغه‌هاشون و نگرانی‌هاشون رو بیارن اینجا. واقعا فرصتی میتونه ایجاد بشه که کمک کنه برای مثبت‌تر بودن. کاش که صحبت‌های شما برای خیلی از جوانای ما تاثیرگذار باشه و بیان و از همین چیزایی که گفتین، از همین وقتی که گفتین، از همین اینترنتی که شما صحبتش کردین بیان استفاده مثبت و درست بکنن. من دارم میبینم الان توی همین تلگرام که هستی وقتی داری همینجوری میری جلو میبینی واقعا چه وقتی داره بیهوده تلف میشه برای چه چیزای پیش پا افتاده که اصلا ارزشی نداره، ولی چقدر خوبه که آدم برای هر لحظه که میگذرونه یه جاپا بذاره، یه یادگار قشنگ بذاره.
و این کار هر کس نیست. من آرزو میکنم که بچه ها همه به این حد به بلوغ فکری برسن. جناب بیرزان من چند تا سوال دیگه دارم و ممکنه که وقتمون تا 5 دقیقه دیگه پایان برسه. اگه وقت ما به پایان رسید من خدمتتون میگم 1 دقیقه قطع میکنیم که من دو مرتبه لایو بعدی رو شروع بکنم تا بتونیم تمام سوال هامون از شما داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که بازم یه دونه از اون سوالای چیز میخوام ازتون بکنم، یه خورده البته برای شما راحته چون با تلویزیون کار کردین، با سینما کار کردین، تخیلاتتون رفته بالا. عزیزی تونستین چه چیز رو راجع به خودتون تغییر میدادید؟ اگر صاحب یه قدرت و توانایی بودید چه چیزی رو راجع به شخص خودتون تغییر میدادید؟ اگر واقعا اگر فرصت داشته باشم سعی میکنم عاشق‌تر باشم. مثلا در مورد خودم، من همیشه بذات خوندن داشتم، همیشه، اما یکی دو تا دلیل وجود داشته که سعی کردم وارد این عرصه نشم. و سال 89 در قشم جشنواره‌ای رو به اتفاق دو تا از دوستانم برگزار کردیم که در این جشنواره حالا خواننده‌های محترمی مثل رضا صادقی، محسن یگانه، احسان خواجه امیری، گروه سوم، همشون اومدن. یکی از دلایل این که خیلی من به اون اتفاق باعث فخرم شد به عنوان یکی از 3 نفر تهیه کننده این بودش که 6000 نفر در سالن بین المللی قشم حضور پیدا کردن بدون اینکه پول بلیتی بخوان بدن و اومدن و بهترین برنامه رو در 10 شب تابستانی لذت بردن. که حالا سر این که بلکه حالا این گروه کیه که اومده مثلا با آریال هزینه بسیار پایین، خود رضا صادقی سر استیج گفت من 3 بار اومدم سر استیج بهم اجازه ندادن. خیلی ممنونم که اینقدر قدرت دارین من تونستم بیام بخونم. و جالب اینجا بودش که 11 ترانه خارج از موافقتی که برای اون شب داشته خون اون شب. و بعد جالب اینجاست که شب آخر 6000 نفر داشتن اون شعر دوستت دارم رو با هم میخوندن. شاید بگم من گریم گرفت اینکه 6000 نفر بلدن این گریم رو میگیره. عزیزی دارید شما به خاطر اینکه 6000 نفر در یک جا بلد. ببینیم ما حلقه مفقوده مردممون موضوع دوست داشتن به عشق و عزیزن به همه. ما تو بدترین شرایطی که درگیری های مختلفی داشتیم، روزهای سیاهی رو پشت سر گذاشتیم، حتی تو زمان جنگ مردم دلشون برای همدیگه میتپید، عاشق هم بودن همیشه. این عشق متاسفانه کم رنگ تر شده و این عشق هر مقدار پررنگ تر بشه جامعه به صلاح میره، به سمت آرامش خواهد رفت. ما باید کمک کنیم این عشق پررنگ تر بشه. من تو حوزه اجرایی که اونجا داشتم، برای من اتفاقی که پیش اومد، حالا توی هتل من با همدیگه خوندیم، به من گفتن بخون، مثلا علی عصابی گفت بخون، مدیر برنامه های اصلی که همه اینها را آورده بود میگفتش که من ازتون حمایت میکنم، شما شروع کنید بیاید برام بخونید. شاید اگر برگردم واقعا سعی میکنم بخونم. این میشه جز چندمی هنرهایی که شما داری اون وقت اگه بخونید. ببین به تعدادش کار ندارم، انقدر من دارم لذت میبرم از این اتفاقه، باور کنید اصلا انقدر عرصه ها لذت بخشه. بعد خیلی هم مهمه، ببینید مثلا وقتی شما تو شعر میگید، من میگم که آدم رفتگرم که میخواد باشه رفتگر متفاوتی باشه. آفرین. اگر قرار رو برای نجارم باشه نجار متفاوتی باشه، اگر قرار یک دستیارم باشه. من بارها بهم گفتن که بیاید یه کاری طراحی کنی، گفتم فعلا صلاح میدونم من شاگردی فلان طراح دستیارش باشم، شاگردیش بکنم، فعلا زوده، چون فعلا هنوز زوده بیام به این ادعا برسم. در حوزه شعر همینطور، در حوزه‌های مختلف. ببینید وقتی اون بذائته وجود داره، شما گفتید کدوم حسرت مونده، گفتم این حسرت مونده چون اصلا نکردم این کار رو. با اینکه به من گفتن مثلا یه دوستی میگه آقا تو از فلان خواننده حجم صدات مثلا تونالیتت بسیار بهتر، منتها واقعا این بستر رو من واقعا جلو نرفتم. فکر می‌کنید که اینطوری برمیگرده؟ بله، عشق بازیه که مد نظره. بله میگم فکر میکنی که این کار رو بکنی در آیت؟ بله دارم احتمال میدم این کار رو بکنم، احتمال داره که شروع کنم. امیر جان وقت تموم شد، اگه اجازه بدی 1 دقیقه با دوستان قطع میکنیم، 2 مرتبه لایو رو ادامه میدیم که لایو دوم رو شروع بکنیم. فقط دوستان آره ازدم من هستم اینجا، جایی نرید دوستان عزیز. بله.